کسی دیگه بمیره داشت. من خودم بازی اون میخوام برم ولی کسی دیگه نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی پشتم مثل دیوار. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. شیما رایدوس هستم به همراه همکارم پوریا اتحاد پسند با برنامه دیگری از نب اعدام در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه گفتگویی داریم با هرمز رها، مسئول کمیته بین‌المللی علیه اعدام، در رابطه با کمپین نجات زندانی سیاسی رامین حسین پناهی و سپس جوابیه حسن صالحی، سخنگوی یک کمیته بین‌المللی علیه اعدام، به دادگستری کردستان در رابطه با پرونده حسین پناهی را در قالب ویدیویی خدمت شما عرضه می‌کنیم و در انتها ویدیوی دیگری داریم در رابطه با تخریب گورهای دست جمعی قربانیان کشتارهای دهه 60 توسط جمهوری اسلامی که امیدواریم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. خدمت شما هرمز رها سلام عرض میکنیم و ممنون از اینکه در این برنامه همراه ما هستید. من سلام میگم به شما، به همکاراتون و بیننده های این برنامه. ممنونم. هرمز رها، مدتی پیش و بعد از تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی، یک کمپینی شکل گرفت برای نجات جان رامین حسین پناهی. لطف میکنین در رابطه با این کمپین برای ما توضیح بیشتری بدین؟ خب قبل از اینکه این کمپین رو وارد بحث و گفتگو بشیم، جا داره که اینجا من به مناسبت 19 اردیبهشت، سالگرد 8 سالگرد اعدام فرزاد کمانگر، معلم انقلابی در منطقه کردستان، و همراه دوستان، همبندی ها و همرزماش که جمعا 5 نفر بودند در زندان اوین به دار آویخته شدند، جا داره که یادشون رو گرامی بداریم. ولی خب در رابطه با کمپین رامین حسین پناهی، بعد از تایید حکم کمپینی جاری بود، بعد از تایید حکم از طرف دیوان عالی کشور، این کمپین فعالیت گسترده یک هفته‌ای رو در دستور گذاشت و در کشورها و شهرهای مختلف داخل و خارج، از کانادا و آمریکا گرفته تا شهرهای مختلف کشورهای اروپایی و در مقابل سفارتخونه های شهر فرانکفورت و اسلو و در مقابل دادگاه لاهه، تظاهرات ها، اعتراض ها و تحصن های سازمان داده شد که افکار عمومی رو در کشورهای مختلف و دولت‌های کشورهای مختلف رو متوجه این قضیه کرد که این فعال سیاسی، این جوان اونجا اعدام میشه و اعتراض باید کرد و نذاش که این جون این جوان رو بگیرن. خب در ادامه این کمپین که یک هفته گذشت، به اعتراضات مختلفی سازمان داده شد. درست روز اول ماه می، 11 اردیبهشت، رامین حسین پناهی رو به قرنطینه برای اجرای حکم فرستادن که اون موقع بود برحال اعتراضات گسترده تر شد در فضای مجازی در شهرهای کردستان، و می دونیم که توی شهرهای کردستان الان دو سه هفته گذشته اعتصاب عمومی هم در اعتراض به بستن مرزهای تجاری، که این قضیه همچنان جاریه، این خورده به کمپین رامین حسین پناهی تو این مناطق. بله هرمز رها، در این کمپین یک هفته‌ای در استکهلم شما هر روز در مکان‌های مختلفی تظاهرات داشتین و اعتراض خودتون رو بیان کردین که از بیرون نشون داد که این کمپین موفقی بوده و اینکه این تجربه خوب و موفقی بوده برای تمام فعالین. لطف می‌کنین در رابطه با این تجربه برای ما بیشتر توضیح بدین؟
خب به محضی که از طرف کمپین نجات رامین حسین پناهی این یک هفته اعلام شد، ما روز 14 آپریل فراخوان از تمامی فعالین سیاسی و مخالفین اعدام فراخوانی دادیم و دعوت کردیم که حضور پیدا کنند در سالانی و بتونیم اعتراض یک هفته ای رو سازمان بدیم. خب تو اون جلسه تصمیماتی گرفته شد، تقسیم کاری شد و اینکه اقداماتی رو در دستور گذاشتیم، قرار شد که پوسترهای چاپ بشه، قرار شد که باندرولهای تهیه بشه و اینکه مجوز پلیس گرفته بشه. این کارها رو سازمان دادیم و در هفته بعد، طی هفته بعد، همون اوایل اون هفته تمامی این امکانات آماده شد و ما تونستیم در مقابل پارلمان سوئد در استکهلم تظاهرات سازمان بدیم، در میادین مختلف هر روز در یک میدونی جمع بشیم، اعتراض کنیم، به زبانهای انگلیسی و سوئدی و فارسی بتونیم اعتراض خودمون رو بیان کنیم و افکار عمومی رو متوجه کنیم که تو ایران چی میگذره. ما در مقابل پارلمان نامه‌ای به انگلیسی تهیه کردیم، اینو به بخش حقوق بشر پارلمان دادیم و اونجا قرائت شد این نامه به انگلیسی، اطلاعیه پخش شد، پتیشن امضا تهیه کرده بودیم از آبرین و توریست ها و افرادی که از این میادین عبور میکردن، امضا میگرفتیم، توضیح میدادیم که جوانی جونش میخوام بگیرم. هر حال این کمپین این هفته، اون هفته ای که بود، خیلی گسترده و همه جانبه و فعالانه افراد مختلف اومدن شرکت کردن، از گروه های مختلف، از سازمان های مختلف، و اومدن اعتراض خودشون رو نشون دادن این مسئله. این در پیشبرد امر کمپین من فکر میکنم به سکر نقش بسزایی داشت، از جمله کمیته بدون علی اعدام توی شهرهای مختلف یکی از برحال تدارک برگزار کننده ها و یکی از نیروهای اصلی این کمپین بوده، همینطور تو استکهلم. که کماکان رامین حسین پناهی با حکم اعدامی که براش صادر کردن در زندان سنندج اسیر جمهوری اسلامیه. آخرین اطلاعاتی که در مورد رامین حسین پناهی دارین میشه برامون بگین و توضیح بدین؟ خب آخرین اطلاعات همون تا 11 اردیبهشت این بود که ایشون در قرنطینه است و مورستانی قصد داشت رامین رو اعدام کنه. اعتراضات گسترده سازمان داده شد و روز 12 اردیبهشت رامین رو به بند عمومی برگردوندن. بعد از اینکه به بند عمومی برگردوندن، در 14 اردیبهشت از طرف دادگستری کردستان بیانیه اطلاعیه داده شد که دلایل رو توضیح دادن، میخواستن توجیه کنن عمل حکم اعدامشون رو و احیانا زمینه سازی کنن که اعدام انجام بشه، ولی خب جوابهای مختلف از طرف افراد و نهادهای مختلف جواب گرفتن. از طرف سازمان ملل از جنبه های حقوق بین الملل توضیح دادن براشون، اعتراض کردن که این شخص نباید اعدام بشه. خانم مینا عهدی نامه ای نوشتن و گفتن که چرا خانواده رو فشار میذاریم، با اون خواهرزاده رامین که دست به خودکشی زده بود، نیشتمان حسین پناهی. خب ایشون توی نامه مینا عهدی رو بردن که چرا خانواده رو تحت فشار میذارین، چرا کاری میکنین که اون دختر نیشتمان دست به خودکشی بزنه، جون خودش بگیره تحت فشار گذاشتن خانواده. یکی اگر جرمی هم مرتکب شده، خانواده خب نباید
شکنجه بشه، آسیب ببینه، زندان بشه. خواهر برادر اینشون افشین در زندان یکی از فعالین مدنی بوده، به هیچ گونه کار تشکیلاتی یا سازمانی نداشته. فقط همونطور که رامین در ابتدا قبل از اینکه از ایران خارج بشه یک فعال مدنی سیاسی بوده، از حقوق کارگر، از حقوق کودک دفاع میکرد، یکی از فعالین علیه ایران بوده خود رامین. برای زندانی سیاسی توی دوره‌ای که بوده به اعتصاب زندانیان توی ارومیه بوده که ازشون دفاع کرده، کمپینشون شرکت کرده. ولی خب برادرشون هم همینطور، الان برادرشون 8 سال و نیم افشین زندان، حکم زندان گرفتن و به محضی که افشین رو برگردوندن توی بند، از طریق افشین به محضی که رامین حسین برگردونده شد به بند، از طریق افشین به خانواده خبر داده شد. بعدش وکیل با ایشون ملاقات کردن. ایشون الان در بندی هستش که 14 نفر اونجا هستن و تحت فشارهای روحی روانی هستن. یکی مسئولین زندان که برخوردهای ناشایست و خشن و توهین‌آمیز همیشه داره باشون اونجا هستش، مسئول زندانه. به هر حال همچنان زیر حکم هستن، حکمی که قانوناً باید به اجرای احکام بره، قانوناً باید به وکیل و خانواده اطلاع داده بشه کتباً، ولی این کار انجام نشده. هر لحظه و هر آن امکان داره که رامین رو ببرند اونجا و اعدام کنند. به هر حال توی مقطعی که اعتراضش گسترده شد، مرسایی 11 اردیبهشت نور اول ماه مه میخواست رامین رو اعدام کنه که زرشش بگیره از مردم، از کارگرا، از زحمتکشا، ولی خب فشارها آنچنان زیاد بود که مجبور شد رامین رو برگردونه توی بند. الان در یک فرصتی، در یک موقعیتی امکان داره جمهوری اسلامی باز تصمیم بگیره این کار رو انجام بده، چون همین الان که این مسئله برجام و اینا هست، ما شاهد این بودیم که در گذشته قبل از برجام اعدام ها بود، زمان برجام اعدام ها بود که مردم، ما اگر کوتاه اومدیم در مقابل غرب، شما کوتاه نمیایم، اعدام های گسترده زمان برجام بود. الانش که به نوعی مسئله برجام باز به مشکل برخورده، آمریکا خارج شد در اون توافق، باز امکان داره جمهوری اسلامی چنگ و دندونشون بده، باز امکان داره بیاد و تعدادی رو اینجا بخواد قربانی کنه. هر حال رامین زیر حکم هستش، حکم در مرحله اجراست و باید اعتراضات ادامه داشته باشه. بله، ممنونیم هرمز رها، ممنون که در این گفتگو با ما بودین و توضیحات کاملی رو دادین. مرسی از شما. خواهش میکنم. دوستان عزیز، گفتگویی داشتیم با هرمز رها و در ادامه برنامه توجه شما را جلب میکنیم به جوابیه حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام، به دادگستری کردستان در رابطه با پرونده رامین حسین پناهی. و در انتها توجه شما را جلب میکنیم به ویدیوی دیگری در رابطه با تخریب گورهای دست جمعی قربانیان کشتارهای دهه 60 توسط جمهوری اسلامی. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، شاد و سلامت باشید. با سلام، من حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام هستم. بالاخره زیر فشار اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی برای لغو حکم اعدام زندانی سیاسی رامین حسین پناهی، دادگستری کردستان خودش رو ناچار دید که یک اطلاعیه مطبوعاتی در این رابطه صادر بکنه. در این اطلاعیه مطبوعاتی اینها توجیهات و بهانه‌های نخنمایی رو برای اعدام، صدور حکم اعدام رامین اعلام داشتن و به خیال خودشون از این طریق میخوان زمین سازی ذهنی بکنن که رامین رو اعدام بکنن. حرفی که در این اطلاعیه زده شده اساسش اینه که رامین به جریان تروریستی
متعلقه و خودش هم تروریسته و لذا مستحق اعدام هستش و مردم ظاهراً از دادگستری جمهوری اسلامی یا به عبارت دقیق‌تر قصابخانه جمهوری اسلامی میخوان که برای بازگرداندن امنیت به جامعه توریستا رو اعدام بکنه. صرف نظر از اینکه هیچ کس مستحق اعدام نیست و حتی طبق پیمانهای بین‌المللی هم با اسرای جنگی درست برخورد میکنن و اونها رو اعدام نمیکنن، من اینجا میخوام به این توجیهات نخنمای جوابی بدم. چه کسی تروریسته؟ جمهوری اسلامی یا رامین حسین پناهی؟ جمهوری اسلامی که با دستور امامش در سال 58 به کردستان از زمین و هوا حمله کرد و خانکاشانی مردم رو مورد تعرض قرار داد و مردم بیدفاعی رو کشت، و یا رامین حسین پناهی که برای یک زندگی بهتر برای مردم به مبارزه روی آورده؟ چه کسانی تروریستن؟ جمهوری اسلامی و عواملش که اون قتل عام فجیع رو در قارنا و غلطان در کردستان به وجود آوردن و جوان و پیر و زن و مرد و حتی کودک خردسال رو، بیگناه را کشتن و وقتی که کار میکردن حتی اسلحه‌ای هم به دست نداشتن، اینها تروریستن یا رامین و حسین پناهی که در دفاع از این مردم داره مبارزه میکنه؟ چه کسی تروریسته؟ جمهوری اسلامی که رهبران احزاب و اپوزیسیون رو در خارج یکی پس از دیگری ده ها مورد هست که اینها اعدام کردن و در آلمان رهبران احزاب کردی رو اعدام کردن و محکوم شدن در دادگاه میکنوس و دادگاه میکنوس در آلمان حکم رو برای جلب رهبران جمهوری اسلامی من جمله رئیس اطلاعات جمهوری اسلامی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی صادر کرد، اینها تروریستن یا رامین و حسین پناهی و امثال هم که برای یک زندگی خوب و آسوده برای مردم مبارزه میکنن؟ چه کسانی تروریستن؟ اونهایی که با پونز سر زنا چاقتو چسبوندن، حجاب چسبوندن و رعب و وحشت در جامعه به وجود آوردن، هزاران و ده ها هزار نفر از مخالفین و زندانیان سیاسی رو بدون در زندان ها در دهه 60 کشتن، اعدام کردن و حتی اعلام نکردن که کجا اونا رو دفن کردن و برخی از اونها حتی احکام زندان خودشون رو گذرونده بودن، کیا تروریستن؟ اینا تروریست بودن؟ جمهوری اسلامی تروریستن که این قتل‌های فجیع و کشتارهای دست جمعی رو راه انداخته، یا رامین حسین پناهی ها که برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کردن؟ و چه کسی امنیت اجتماعی جامعه ما رو به هم می‌ریخته؟ جمهوری اسلامی که فقط کارگرها رو میگیره به خاطر اینکه حقشون رو میخوان، حقوق 6 ماهه 7 ماهشون رو پرداخت نکردن، اونا رو راهی زندان میکنه، شلاق میزنه و زندگی ناایمنی رو براشون به وجود آورده، کیا باعث ناایمنی هستن؟ جمهوری اسلامی یا رامین و حسین پناهی ها؟ تفنگ و عمامه و چوب و چماق و اسلحه های خودشون رو به کار گرفتن تا از حکومت مشتی مفخور و دزدی و چپاول خودشون حمایت بکنن و امنیت از عموم مردم سلب کردن. حالا میان میگن که امثالی مثل رامین و حسین پناهی ها امنیت اجتماع رو سلب میکنه و مردم ظاهرن از اینا میخوان که باید جلوی رامین و حسین پناهی ها بیستن. کور خوندیم شما با این توجیهات موسعی و نخنماتون فقط باعث خشم و نفرت بیشتر مردم میشی. مردم مصممن که علیه شما مبارزه بکنن و حق مشروعشون حتی دست به اسلحه ببرن، رژیمی که پاسخ هر گونه مبارزه ای را با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام میده. بنابراین ساده ترین راهی که در مقابل شما، در مقابل اعتراضات مردمی قرار داره اینه که رامین حسینی رو، حسین پناهی رو هر چه زودتر آزاد کنید. رامین باید
حکم اعدامش لغو بشه و از زیر تیغ حکم اعدام خلاص بشه. راه دیگه ای نیست. هر اقدام دیگه از جانب شما با پاسخ کوبنده مردم روبرو خواهد بود و مردم ممارزه خود دست جمعی خودشون طبعا برای آزادی رامین حسین پناهی ادامه خواهند داد. بنا به گزارشی که روز دهم اردیبهشت از سوی دو سازمان عفو بین الملل و عدالت برای ایران منتشر شده است، جمهوری اسلامی قبرهای دست جمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 را حداقل در 7 شهر ایران به طور آمدانه تخریب کرده است. بنا به این گزارش، تخریب گورها از جمله از طریق مسطح سازی به وسیله بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان، انباشت زباله یا ساخت قبرهای جدید در محل گورهای دست جمعی صورت گرفته است. جای شکی نیست که جمهوری اسلامی با تخریب گورهای دست جمعی قربانیان کشتارهای دهه 60 میخواهد نشانه های جرم و جنایت خود را از بین ببرد. جمهوری اسلامی نه فقط جان شریف در این فرزندان مردم را گرفت، بلکه اکنون گورهای این عزیزان از گزند تعرض و وحشیگری این رژیم در امان نیست. علت این امر هم کاملا روشن است. امروز جنبش دادخواهی از کشتارهای دهه 60 در ایران یک جنبش قوی است و افشاگری های سالهای اخیر در این مورد هرچه بیشتر جمهوری اسلامی را در منگنه قرار داده است. جمهوری اسلامی به زعم خود می‌خواهد با از میان بردن شواهد جنایات وحشیگریش گریبان خود را از فشارهای داخلی و بین‌المللی خلاص کند. تعرض جمهوری اسلامی به عزیزان خفته در گورهای فردی و یا دست جمعی باید با اعتراض یک پارچه جامعه مواجه شود. جمهوری اسلامی به جای جواب دادن به درخواست‌های حق طلبانه خانواده‌های جان باختگان مبنی بر محاکمه قاتلین عزیزانشان و معلوم شدن علت و زمان اعدام و محل دفن آنها، با تخریب گورهای اعدام شدگان داغ و درد این خانواده‌ها را بیشتر می‌کند. اما جنایات این رژیم با هیچ اقدامی قابل پوشیدن نیست و مبارزه برای اجرای عدالت و دانستن حقیقت با این تمهیدات وحشیانه متوقف نخواهد شد. ما ضمن محکومیت شدید تخریب گورهای قربانیان کشتارهای دهه 60 از سوی جمهوری اسلامی یک بار دیگر با خانواده‌های زخم خورده و داغدار این عزیزان اعلام همبستگی می‌کنیم. ما همراه با این خانواده‌ها خواستار پیگرد و محاکمه مسببین کشتارهای دهه 60 و حفظ گورستان‌های نظیر خاوران به عنوان سندی از جنایت رژیم هستیم. تخریب گورهای دست جمعی به عنوان نشانه بارز بی‌حرمتی به عزیزان خفته در خاک و خانواده‌هایشان باید فوراً متوقف شود. کمیته بین‌المللی علیه اعدام و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی.